داداش یکی از همکارات تو ماجیکالیشو پیام داده، بنده خدا 5 6 تا میز زده همش کشیده. عجب. والا بعد من میگم که چون سوال خیلی هست یه ویدیو بگیریم در این باره. دوستان چه بخواین چه نخواین میزاتون میکشه. چرا چوب 4 سانت 5 سانت 6 سانت ضخامت داره، گره داره، چوب جنگلیه، چوب گردو، زورش زیاده. برای اینکه بتونید کنترل کنید این کشیدگی چوب رو، بهترین راهی که میتونید داشته باشید اینه که حتماً یه کلاف فلزی زیرش داشته باشید. از قوطی‌های 14 چهار میتونید استفاده کنید با گوشت دومی که هم محکمه هم زیباست، برای فروش مشکلی پیدا نمی‌کنید. الان تمام میزهایی که می‌بینید قراره تو بدترین شرایط 55 روز رو دریا باشه، تو اون حالت شرجی و رطوبتی دریا. ولی که ما همه اینها رو اومدیم کلافای فلزیش رو گذاشتیم از میزهای 4 نفره تا انواع میزهای 2 نفره. خب چرا که امکان کشیدگی رو خیلی پایین بیاریم. اگر چوبتون خشک باشه این کار میتونه محالش کنه، ولی نه، اگه درصد رطوبت چوبتون بالا باشه باز هم کلاف جواب نمیده. خودم دیدم که کلاف فلزی رو هم چوب تونسته کچ کنه. خیلی عالی، همه چی رو کامل گفتی دیگه. بچه ها این ویدیو شما رو چندین سال جلو میندازه، چرا که این همین یک نکته باعث میشه که جلوی خیلی از ضررهایی که ممکنه سر چوبتون بگیرید رو بگیره. تجربه شما رو نداشتیم ما هم، خب ولی خب انقدر استاب خراب کردیم، انقدر میز خراب کردیم که رسیدیم به اینجا که کار تموم شد کلاف فلزی بره زیرش. قالب ها که آماده است، اندازه میز ها که آماده است، کلاف های فلزی شما بدین جوشکارتون یا بیرون بزنن، تو کارگاهتون موجود داشته باشین. به معنی که اسلب آماده شد زیرش کلاف رو چسبونید که از کشیدگی و اعوجاج چوب جلوگیری. اصلا نباید به چوبتون اجازه حرکت بدید. حتما این ویدیو رو سیو کنید و یا اینکه بفرستین برای همه عزیزانی که شاید احتیاج داشته باشن این نکته رو بدونن.